پس از استقرار کابینه و عبور دولت 13 از خان مجلس و گرفتن رأی اعتماد حداکثری وزرای پیشنهادی رئیس جمهور از مجلسی که قالیباف ریاست اون رو بر عهده داره، حالا اما گمان زنی بر سر استانداران آغاز شده. یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی این صندلی کسی نیست جز زینی‌وند استاندار فعلی. او که از اواخر دولت روحانی به استان کرمان اومد، تونسته در این مدت همراهی نمایندگان استان رو راضی نگه داره. حضور همزمان وحیدی وزیر کشور و او در گذشته در مجمع تشخیص مصلحت هم این گمانه را قوی‌تر می‌کنه که شاید رئیس جمهور، وزیر کشور و نمایندگان ترجیح بدن زینی‌وندی که حالا اشراف کاملی بر اوضاع استان داره در پست خود ابقا بشه. گزینه بعدی اما محمد جلال مآبه. او که پیش از این معاون استاندار بود و سابقه فعالیت در استان را داشته، از افراد دارای مقبولیت میان اصولگرایانه. هرچند که برخی به دنبال رضایت او برای نامزد شدن در این پست هستن، اما شنیده‌های کرمان‌نو حکایت از این داره که جلال مآب ماندن در هیئت مدیره شرکت معدنی و همکاری با عتبات عالیات را به حضور در دولت ترجیح. نامزد دیگه برای نمایندگی دولت رئیسی در کرمان اما علی غلامعلی است. او که استاد دانشگاه سالها در جریان اصولگرایی هم فعالیت داشته. غلامعلی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ریاست ستاد آیت الله رئیسی در کرمان را بر عهده داشت. او همچنین رئیس دانشگاه پیام نور کرمان بوده. جواد وکیلی اما گزینه مطرح جوان برای تصدی استانداری کرمانه. او دهه 60 است و از جامعه اسلامی دانشگاه آزاد کرمان فعالیت سیاسی خود را در جریان اصولگرا آغاز کرد. وکیلی هم اکنون معاون سازمان اقتصادی کوثر است و تجربه حضور در شرکت‌های خودروسازی کشور را نیز دارد. انتصاب وکیلی احتمالاً با استقبال قشر جوان اصولگرا همراه خواهد بود. بهنام سعیدی هم از دیگر گزینه‌های استانداری کرمانه. او که سابقه فعالیت در دولت احمدی نژاد روحانی را دارد، در انتخابات مجلس گذشته با فاصله کمی انتخابات را واگذار کرد. سعیدی در دوره فرمانداری توانست به عنوان فرماندار نمونه کشوری هم دست پیدا کند. و اما حسن پور نماینده سیرجان و برتسیر هم یکی از افرادی است که پیشنهاد استانداری در دولت 13 در استان کرمان را داشته. او که سابقه چندین دوره نمایندگی مردم را در رزومه خود داره، میان جناح‌های سیاسی داره مقبولیت. ارتباطات حسن پور در وزارتخانه ها و قدرت مذاکره و پیگیری شاید برگ برنده او در رقابت با سایرین در صورت جدی شدن تصمیمش باشه. حسن پور که ریاست مجمع نمایندگان استان رو هم بر عهده داره، میتونه از پشتیبانی نمایندگان مجلس هم برخوردار باشه. مجید دوستعلی اما میتونه دیگر نامزد احتمالی پست استانداری باشه. او هم از مدیران دولت احمدی نژاد که تا دبیری دولت نهم هم پیش رفت. او که سابقه قضایی داره، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور در استان کرمان بوده. دوستعلی به جبهه پایداری نزدیکه و از سوی برخی اصولگرایان حمایت میشه. در هر صورت آنچه که گفته شد بر اساس شنیده‌های غیر رسمی است و نامزدهایی که اسم اونا آورده شد در صورتی که تمایلی به نشستن بر کرسی استانداری رو ندارند میتونن اعلام کنند. امید که هرچه در ادامه اتفاق میفته موجب رشد و توسعه همه جانبه استان کرمان باشه. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.